همه ما برای مدتی طولانی درگیر این مسئله هستیم و جدا کردن حقیقت از باور نادرست بسیار مهمه. اینها چند باور نادرست هستند. باور اول، آب لیمو از شما در برابر ویروس کرونا محافظت میکنه. ادعاهای زیادی در مورد خوردن و یا نوشیدن چیزهای مختلف برای مهار کرونا وجود داره و آب لیمو همیشه یکی از اونها بوده. با انتشار یک ویدیو از یک دانشمند قلابی چینی شروع شد. آب لیمو براتون بد نیست. در واقع همه میوه و سبزیجات ضروری هستند. به سلامتیتون کمک میکنن. اما جلوی انتقال ویروس به شما رو نمیگیرن. باور دوم، نیش پشه میتونه ویروس رو به شما منتقل کنه. میدونیم که ممکنه نیش پشه بیماری های دیگه ای رو به شما منتقل کنه. اما هیچ شواهدی وجود نداره که نشون بده اینجور حشرات ویروس کرونا رو منتقل میکنن. این یک بیماری تنفسیه و بیشتر از طریق سرفه و عطسه فرد بیمار منتقل میشه. بهترین کار در تماس نبودن با افراد بیمار و شستن دست هاست. باور سوم، اهدای خون برای دریافت آزمایش مجانی. بعضی ها امیدوارن در ازای اهدای خون بتونن به طور مجانی برای کرونا آزمایش بشن. این اصلاً درست نیست. اما حرف و حدیث زیادی در این باره در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. اگه خون بدید آزمایش کرونا روی شما انجام نمیدن. کارمندان بخش اهدای خون دلشون نمیخواد که یه بیمار به اونجا بیاد. البته شما هم از خون اهدا شده دیگران ویروس نمیگیرین. بهترین توصیه اینه که در حالی که دانشمندا به دنبال یه راه حل هستن تلاش کنید سلامتی خودتون رو حفظ کنید.